بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه حضرت استاد در تفسیر آیات 38 تا 41 سوره مبارکه قصص می‌فرمایند بدین شرح است: فرعون در برابر حضرت موسی علیه السلام بر الوهیت خیش، یعنی ضرورت حکم فرما بودن رأی و نظر خیش در اداره حکومت و جامعه تأکید می‌نمود. فرعون در عین تأکید بر اله بودن خیش، در صدد تحقیق درباره اله و خدای حضرت موسی برآمد. یکی از اشکالات مهم مستعمران و مشرکان این است که معرفت شناسی آنها در محدوده حس و تجربه حسی محدود است، یعنی انتظار دارند همه چیز حتی خدا را با حس و ابزار حسی مشاهده و ادراک نمایند. فرعون دستور داد تا مکانی بسازند که او بر فراز آن بتواند درباره خدای حضرت موسی علیه السلام تفحص نماید. احتمالاً مقصود او ساختن رصدخانه بود. فرعون پس از مشاهده آیات و معجزات الهی موسی کلیم یقین کرد که خدای موسی حق است، اما غرورش مانع از ایمان آوردن او شد. مشکل فرعون در بخش علم و اندیشه نبود، بلکه او در بخش انگیزه و عقل عملی مشکل داشت. غفلت عملی مشکل غالب انسان هاست، لذا بسیاری از انسان ها در حالی که کاملا به نادرستی کاری علم دارند، باز در عمل مرتکب آن می شوند. برای همین ضروری است همواره در سایه فرامین دینی و دعاها و مناجاتها در صدد تقویت عملی خیش و خودسازی باشیم. فرعونیان مستکبرانه رفتار می نمودند و مهمترین نقص و اشکالشان این بود که معاد را باور نداشته و مرگ را پایان زندگی می دانستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. بعد از اینکه وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه دعوای خود و دعوت خود را مطرح کرد، یعنی فرمود من رسول رب العالمینم، اینم ادعای او. دعوت او هم توحید بود که غیر از خدا معبودی نیست. فرعون نسبت به دعوا و دعوت او نقدی داشت، نسبت به دعوای او نقدی داشت، گفت دلیلی نداری برای اینکه اون چه آوردی سحر است. در این مملکت سحر فراوان، این سحر را معجزه پنداشتی، این فریه است و توطئه هم کردی که مردم را از این سرزمین بیرون کنی و ماننده. که او مسابقه در سوره مبارکه طه و شعرا و اونها گذشت. فرعون چند حرف داشت، یکی این که خالق آسمان و زمین بله خداست، یکی این که اله عالم هم خداست، ما کاری به عالم نداریم، اما اله مصر و خدای مردم مصر فقط منم.
وقتی وجود مبارک موسی کلیم توحید مطلق را مطرح کرد که انسان و جهان مربوب خدایان، مردم مصر هم باید موحد باشند و خدا را بپرستند، فرعون چند طرف داشت. یکی این که اله مردم مصر منم، در این تردیدی ندارم، و منظورش از اله این بود که کشور را رأی من و اندیشه من باید اداره کنند. دین مردم همون قانون است و مقنن اون قانون هم منم. معناش این نبود که باید مرا بپرستن عبادت کنن، چون خودش بت میپرستید که یزره که آلهتک. پس اصل اولی که او داشت و برای او مسلم بود و نیازی به فحص نداشت این بود که اله مردم مصر فرعون است. این امر قطعی است. ما علمت لکم من اله غیری، معناش این است که ما علمت للعالم اله غیری، یا ما علمت لموسی اله غیری. نه خیر، اله مصر منم، این مفروغن هست. میمونه موسی الهی رو ادعا میکنه، من باید فحص بکنم. من گمانم اینه که اون معاذالله دروغ میگه. یک قصری بنا کنید که من رو بالای این قصر مثلا یک رصدخانه تعمیم کنم، ببینم کسی در جهان آسمان زمین هست که اله موسی باشد یا نه. پس سخن فرعون این نبود که من شک دارم که آیا اله مردمم یا نه، نسبت به او اظهار یقین کرد، گفت ما علمت لکم من اله غیری. از جاهایی که خیلی ادعای بلند و پرفروغ داشت که همینجاست، اونجا که گفت ان ربکم الاعلا از همین قبیل است، اینجا هم که میگه ما علمت لکم من اله غیری همین است. یعنی عدم الوجدان من یدل على عدم الوجود. این حرف کسی است که محیط باشه. اصل این را ذات اقدس اله چه در سوره مبارکه یونس چه غیر یونس فرمود. خب اون درست است. عدم الوجدان نسبت به موجود محدود لا یدل على عدم الوجود. یعنی اگر یه موجود محدودی بگوید من نیافتم، این دلیل نیست که او وجود ندارد. ولی اگر یه موجود مطلقی مثل ذات اقدس اله بفرماید من نیافتم، یعنی یقینا نیست. اینی که در چند جای قرآن خدا فرمود شما از شرک که سخن میگویید خدا شرک را نمیداند، یعنی نیست، چون او به کل شیء علیم است. اگر چیزی شیء باشد معلوم خداست، اما اگر لا شیء باشد یعنی معدوم محض باشد، خب تحت علم نمی آید. علم یعنی کشف، یعنی ظهور. فرمود شما یه چیزی رو میگید که خدا نمیدوند، یعنی نیست. این درباره خدا درسته. خدا وقتی بفرماید من چیزی رو نمیدونم پس نیست، این درسته چون محیط است. اما فرعون یه همچه حرفی دارد، گفت برای شما الهی غیر از این من نمیبینم. سیدن استاد میفرماد به اینکه این تعبیر درست نیست، برای اینکه با ذیل آیه سازگار نیست. خب ذیل آیه که درباره مطلب دیگه است. ذیل آیه درباره این است که شما یه قصری یه برجی درست کنید که سرح باشد، یعنی اشیا پیش او مسرح و روشن باشند، منطقه دیدش وسیع باشد، هر جا رو بخوام ببینیم بتونیم. یک چنین کاخی رو میگن سرح، مثل صراحت در مقابل ظهور. این مصرح است، این صریح است، یعنی شفاف. یه سرحی درست کنید که من فحص کنم ببینم موسی الهی دارد یا ندارد. اونی که او میخواد فحص کند اله موسی است. اونی که میگه من غیر از اون نیافتم اله مصر است، یعنی برای مردم مصر غیر از من الهی نیست.
من اگر به هامون بگم سرحی درست کن، رصدخانه درست کن، من فحص کنم، نه برای اینکه ببینم برای مردم مصر غیر از من الهی هست یا نه، او امر یقینی است. خب مشکل فرعون و امثال فرعون و متفرعن های کنونی این است که اینها نازل، یعنی نازل ترین درجه علم دست اونهاست که از این پایین تر دیگه دانشی نیست، اون دا معرفت حسی و تجربی است که این کف سواده. از این پایین تر دیگه علمی نیست، کسی که سرمایه شناخت او حس و تجربه حسی است، این نازل ترین سرمایه معرفتی رو دارد. بعد از این معرفت نیمه تجربی است، بعد از این بالاترش او مسئله ریاضی محض است، بالاتر از او تجریدی، یعنی تجریدی کاری به تجربه و حس و اینا ندارد، فقط برهان محض است که اون تو فلسفه و کلامه. از اون بالاتر اون تجرید ناب است که تو عرفان نظری است. از اون بالاتر معرفت شهودی است. شهودی هم درجاتی دارد که قلش مال انبیاء علیهم السلام است. خب پس از معرفت حسی و تجربی ما پایین تر نداریم. اینا گرفتار این حد از معرفت بودن. اون بنی اسرائیلش هم که میگفتن لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن، گاهی میگفتن ارنا الله جهرتن. این قبطی ها هم که حرفشون اینه که من اگر بخواهم ببینم موسی سلام الله علیه الهی دارد، باید یه برج بسازم برم بالا فحص کنم، رصدخانه درست کنم ببینم که میشه پیدا کرد یا نه. خب همین گروه میگن عقلانیت، مدرن، پست مدرن، اینا عقلی حرف میزنن ولی حسی فکر میکنن. وقتی اینا میگن مطلب عقلی است، مطلب معقول است، روی عقلانیت با زندگی کرد، یعنی روی حس و تجربه. کسی که انسان را تا مرگ خلاصه میدوند و بعد از مرگ هیچ چیزی را نمیپذیرد، و کسی که فرشته ها و خدا و وحی و نبوت و عصمت و ولایت را قبول ندارد، این هر چه بگوید عقلی، این عقلی حرف میزند ولی حسی فکر میکند. این حساس و متحرکم بر اراده. همین اون مشکل اکثری استکبار یا متفکران مستکبران جهان این، این که قرآن کریم جریان موسی کریم سلام الله علیه مکرر ذکر، برای این که موسی و فرعون الان تو عصر ما هستن. اون چه که در عصر فعلا هست در بسیاری از اعصار بود، همین جریان تفکر حسی فرعونی است. پس فهاهون امورو، امر اول این که اله مردم مصر کیه؟ اونی که منم، یعنی دین این ها همین قانون است ولا غیر، و قانون با اندیشه من باید تصویب بشود ولا غیر. نگه ما علم تو للعالم، ما علم تو لموسا و هارو، گفت یا ایها الملأ ما علم تو لکم من اله غیری. این امر اول. امر ثانی این که آیا موسا سلام الله علیه هم غیر از فرعون الهی دارد یا نه. او رو گفت یه رصدخانه درست کنیم، یه بررسی کنیم ببینیم دارد یا ندارد. خب میدونید این فرمایش سیدن استاد که فرمود با ذل سازگار نیست، ذلش درباره مطلب دیگه است. اگر ذل درباره این بود که سرحی بساز، رصدی بکنیم ببینیم که برای شما یه اله دیگری هست یا نه، بله این با او سازگار نبود. اما اون رصد برای اله موسی است. این اولیش مقتوم به فرعون است که ما علم تلکم من اله غیری. اینجا دیگه رصد و سرح و قصر و برج نمیخواد، من یقین میدونم شما غیر از من الهی نداری. این تفکیک دین از سیاست از دیر زمان بود. یه پرستش عبادی، دعا و نیایش، تضرع و زاره مار بت‌ها بود که همچه خود فرعون هم داشت. یکی این که قانونی که کشور رو اداره میکنه چیه؟ این قانون دین مردمه.
اگر کسی قیام و قعودشون، معاملاتشون، تجاراتشون، عقودشون بر اساس یک اندیشه باشد، خب دین همون خواهد بود. گفت کارهای شما، کارهای معاملاتی شما، روابط خانوادگی شما، روابط محلی شما، روابط منطقی شما، روابط بین المللی شما با اندیشه من تنظیم می شود. خب این که گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، همین است. برای فرعون قطعی بود که الهی برای مردم مصر غیر از اونی است. ما علمت لکم من اله غیر. اما موسی سلام الله علیه که یه دعوا و دعوتی دارد که من از جای دیگه آمدم، از خدا سخن گفتم که حرف او رو باید اطاعت کنیم، من باید جستجو کنم یه سرحی، یه قصری، یک رصدخانه بسازم، بررسی کنم ببینم که آیا برای موسی الهی هست یا نیست. خب پس اون ما علمت لکم من اله غیری مربوط به اله مصر است. این یا هامانو برای فحص و بررسی اله موسی است. اما اون بقیه افسانه است که رفت بالای بر تیر زد و امثال ذلک، یا قصری بسازد که بالای قصر جستجو کند. این همه جبال شاهق هست، کسی بخواد جو مکان مرتفع بره که دیگه برج لازم نیست که، خب رو اون قله ها میتونه فحص کنه. این ظاهرش همون رصدخانه سازی است که در سوره مبارکه غافر آیه 36 و 37 بهش اشاره شده. غافر یعنی همون سوره مؤمن. در اون سوره آمده است که به قال فرعون یا هامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتبع اله موسی. اینجا هم یعنی سوره مبارک قصص هم که محل بحث است، در آیه 38 فرمود که فرعون گفته ما علمت لکم من اله غیری، این تموم شد. فاوقد لی یا هامانو علی تینه فجعل لی سرهم دعلی اتلو الی اله موسی. این برای ما مشکوکه، این کشون ادعا میکند من یه اله دیگه دارم، ما باید بحث کنیم، بررسی کنیم داره یا نداره. خب این تفکر همون تفکر حسی و تجربی است. هرچم این صاحبان این مکتب از عقلانیت سخن بگویند، اینا عقلی حرف میزنن و حسی فکر میکنن، از این پایین تر دیگه درجه علمی نیست. وقت کسی بخواد اینا را هدایت کند، باید اول یه معرفت شناسی روشن و متقن ارائه کند. این که شما دارید کف دانشه، باید از این به نیمه تجربی بیایید، بعد به تجربی بیایید، بعد به عقلی برسید، بعد به شهودی. آره شهودی خواه برسید یا نرسید، ولی معیار احتجاج باید مسائل عقلی باشه. در جریان بود دوباره که موسی کلیف بود که وقتی گفتن که خدای تو کیست، گفت رب من رب السماوات و الارض است، از طرف او آمدم، یعنی خدایی که آسمان و زمین را آفریده. و بعد او گفته که نگاه کنید این حرفایی که او میزند، این حرفای انسان غیر عاقل معاذ الله. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. بعد ترون مشکل شما این است که هم از در معرفتی مشکل جدی دارید و هم این که شما خیال میکنید مرگ پایان راه است. در همین سوره مبارکه قصص هم فرمود مشکل اونها اینه که اینا قیامت فراموش کردن، خیال کردن انسان که میمیره تمام میشه. بعد از این که این معجزات برش روشن شد، آیات بیان، جریان عصا، جریان ید بیضا خوب برش روشن شد، تو سوره مبارکه اسراء که وجود مبارک موسی کریم در اون بخش پایانی فرمود حالا برای تو 100% روشن شد حق با منه. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. من تو روشن شد، فهمیدی رب السماواتی هست، رب الارضی هست، این معجزات به دست توست.
چوب رو اژدها میکنه، اژدها رو چوب میکنه، ید عادی رو بیضا میکنه، ید بیضا رو ید عادی میکنه، برای تو 100% روشن شد. تو بحثهای قبلی داشتیم که غیر از معصومین و غیر از اوحدی از افراد عادل یه تفرعنی در درون ما هست، یعنی ما یه چیزی رو میدونیم که گناه هست ولی میکنیم. حالا از غیبت و تهمت و اینا شروع کرده تا نگاه منامحرم تا با اینکه میدونیم مسئله زیر میزی و رو میزی این پوست زندگی آدم رو میکنه. اینکه قرآن فرمود رشوه سهد است، سهد یعنی سهد. به چی میگن سهد؟ این نهالی که تازه کاشتن، این پوستشو اگر یه گوسفند یه بز بگیر و بکنه خب این خوش میشه دیگه. مال حرام مسحت است، فمود فیو سحت کم، پوستتونه میکنه و بیابرو میکنه، خوش میکنه. خب همه ما رو این فهمیدی، معتقدم هستیم، اما وقتی که رومیزی یا زیرمیزی شد دستمون درازه. کسی نیست که یه روحانی باشه این آیه رو نشنیده باشه که مال حرام، مال رشوه پوست آدم رو میکنه. مستعسل میکنه یعنی چی؟ یعنی اصلتون رو میبره دیگه. ما یه مستکبر داریم، یه مستضعف داریم، یه مستعسل. مستعسل یعنی مقتور اصل. فیوس هتکم یعنی این سهد که کارش پوسکنیه بالاخره. خب ولی خب معذر دستی ما به طرف حرام دراز. چرا؟ این رو اگه ما هر روز بگیم باز جا داره، چون هم محل ابتلای علمی ماست، هم محل ابتلای عملی ماست، هم قده سرطانی همه ماست. هر روز اگر این بحث بشه جا داره. سرش اینه که اونی که میفهمه یه چیزیست، اونی که تصمیم میگیره و انجام میده و اجرا میکنه چیزی دیگه است. همونطوری که ما تو دستگاه بدنمون یه سلسله اموری داریم که متولیان اندیشن مثل چشم و گوش، و یه سلسله اعضا و جواری است که متولی حرکت و کار است مثل دست و پا، و از این جهت ما چهار گروهیم. بعضی ها مجاری ادراکیشون تام است، یعنی چشم و گوششون سالم و دست و پاشون هم سالم. اینا کسانی هستند که وقتی ما رو عقرب رو دیدن خب فرار میکنن دیگه، چون دستش باز است، پایش فلج نیست. یک گروهی دیگه هستن که چشم و گوششون سالمه، مار رو میبینن، عقرب میبینن، اما دستشون بسته است، پاشون فلجه. و این چی رو فرار بکنه؟ اگر این نیش خورد هی به او اعتراض میکنن مگر ما رو عقرب ندیدی. به این اشکال کننده نقد وارد است. خب مگر چشم فرار میکنه؟ مگر گوش فرار میکنه؟ دست و پا فرار میکنه که فلجه؟ هی شما آیه بخون، هی روایت بخون به او، مگر نمیدونستی؟ مگر ندیدی؟ تو که این آیه رو خودت سخنرانی کردی. خب مگر عقل نظری مشکل حل میکنه؟ مگر سواد مشکل حل میکنه؟ مگر فهمیدن مشکل حل میکنه؟ مگر جزم مشکل حل میکنه؟ جزم یه متولی دارد به نام عقل نظری. کار به دست اراده و عزم، عزم یعنی عزم، کار به دست اراده و عزم و نیت است. این فلجه. استعمیل فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. در جبهه جهاد او با سواد ما کار نداره، این سواد ریخته فراوان تو مملکت که چی واجبه چی حرامه، اینا که ریخته از همه میدونیم. او مشکلات و دقائقی که خواص میدونن، اینه که مملکت رو آباد میکنه همه ما میدونیم. الان کم نیست سواد ما، ما بیش از 1000 مسئله است که قانون است که خدا گفته، پیغمبر گفته، مراجع ما فرمودن تو رساله است. ما بیش از 1000 قانون رو بلدیم، کیه که رساله عملی بلد نیست؟ پس ما مشکل علمی نداریم. همین رساله عملی عمل بشه ایران بشه بهشت. مشکل عملی داریم، یعنی وقتی خواهم تصمیم بگیریم، اراده کنیم، نیت کنیم. این طبق بیان نورانی از تعمیر فرمود کم من عقل اسیر، اسیر این اسیر تحت هوان امیر. خب اون نیروی که اهل عزم و اراده و نیت از فلجه، این رو به بند کشیدن.
اگه این رو به بند کشیده باشن شما هی آیه بخون، اگر کسی پای کسی فلج باشه، دستش بسته باشه، هی تلسکوپ بده، هی میکروسکوپ بده، هی دوربین بده، هی عینک بده، او در دیدن ما رو اقرب مشکلی ندارد، خیلی هم خوب میبینه، اما دست و پا باید فرار کنه که فلجه. ما مشکل عملی داریم، وجود مبارک موسی کریم فرمود تو که 100% برات روشن شده، قرآن فرمود به جهد و بها، اما واستیقنتا استیقنتا، این استیقنتا این الف و سین و تا مثل استکبار، استکبار به کی میگن؟ یعنی کسی که خیلی خودشو گرفته به متکبران راه میره. مستیقن یعنی کسی 100% یقین داره. وجود مبارک موسی کریم فرمود من آیات بیان و شفاف آوردم، آفتابی، تردیدی برات نمونده که، خب چرا نمیپذیری؟ فرمود به جهد و بها اما واستیقنتا انفسهم، یعنی اون بخش اندیشهشون 100% میدونه، بخش انگیزهشون 100% فلجه. اعتراض وجود مبارک موسی کریم این است که فرعون برات هیچ تردیدی نمونده، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، او مشکل عملی دارد. استدلال وجود مبارک موسی کریم این بود که شما هیچ مشکل علمی ندارید، هیچ بهانه‌ای ندارید، من معجزم پیچیده نیست. در قرآن کریم چند جا از معجزات وجود مبارک موسی کریم به عنوان آیات بیان یاد کرد. نگاه کنید هر جا علم هست کنارش عمل صالح مطرحه، وگرنه تو بیانات نورانی هست امیر هست که رب عالم قد قتله جهله، فرمود این عالم است و کشته جهله. بعد به حضرت در روایت دیگر فرمود اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا لا تجعلوا علمكم جهلا و یقینكم شکا. این به ماها گفته دیگه، فرض این است که ما شبان روز باید هم مراقب باشیم، هم در مسائل خانوادگی، هم در مسائل فرزند و فرزند، هم در مسائل همسایه ها، اینا تمرین میخواد، بعد آدم راحت میشه. این طور نیست که سخت باشه، خیلی براحتی انسان چیزی را که عالم شده عمل میکند دیگه. ما جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این بی‌رغبتی از ما کسی نخواست شما حالا شبهه ابن کمونه را حل کنی یا اساس الوجود حل کنی، اومال خواسته. الان همین رساله عملیه اگر عمل بشه ایران میشه بهشت، ما نه بیراها بریم نه راه کسی رو ببندی. همین شما بارها برزنده رسید، الان 7-8 میلیون پرونده حداقل که رو میز دستگاه قضایی است ما رو همین الف بای دینه، یک کسی به دیگری فحش گفته، یکی تجاوز کرده، یکی کم فروشی کرده، یکی گرون فروشی کرده، یکی چک بیمن کشیده، اینا الف بای دینه دیگه، اینا همه رو ما میدونیم حرامه. اگر به این رساله عملی عمل بشه ما هیچ مشکلی در کشورمون نداریم. حالا اونا خیال میکنن مسئله تحریم را گشاست، به خدا قسم اینا اشتباه میکنن، مگر روزی به دست ایناست؟ لهو مقالید السماوات والارض، این فهمو یرزق من یشاء بغیر حساب. فرعون همینه دیگه، این قصص قرآنی، این حی لا یموت، حرف روز دیگه. اونا هم اگر میگن عقلی یعنی حس و تجربه، اگر میگن حرف مابد باشه یعنی ادعای الوهیت دارن. ممکن است کسی دعای ترسا و مسیحیت داشته باشه، اما یه مسیحیتی است که فقط تو ذهن است، به بیرون از دین، به بیرون از زندگی، این رو که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه نیاورد. اینی که ما گفته هر کاری که میکنید بسم الله بگید، البته بسم الله گفتن ثواب داره، ولی یه قرنطینه است، یعنی هر کاری که میکنید باید روتون بشه بگید خدایا به نام تو، این قرنطینه است. خب کار حرام و مکروه را که نمیشه گفت خدایا به نام تو، که این چی، این کار یا مستحب یا واجب دیگه، مگر با نگفتن هر کاری میکنید بگید بسم الله، کفش میخوای بپوشی بگو بسم الله، یعنی پا تو کفش خودت میکنی یا پا تو کفش دیگری؟ مگه میشه انسان مکروه را یا حرام را بگه خدایا به نام تو؟ غرض این است که اون تفرعونی که در فرعون بود در بسیار از ماها معاذ الله ممکنه خودش نشون بده. در این کریمه فرمود به این که
اگر چنونچه الهی باشه برای موسی، من باید با رصد حل کنم. فجعلی سرحن لعلی اتل او اله موسی، نه اله کم. شما فقط یک اله دارید، ما علم تلکم من اله غیری. من با دنبال اله موسی هستم. و اینی لعظن هم من الکاذبین. بعد فرمود بستک برهوه و جنوده فی الارض بغیر الحق مستهزرید. این بغیر الحق یه تأکیدیست. استکبار مگه میشه به حق باشه؟ استکبار یقینا بغیر الحقه. این اوصاف اوصاف توضیحیست برای تأکید. وستک بره هوه و جنوده فی الارض بغیر الحق. و مهمترین مشکلشون این بود که مرگ پایان زندگی است. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. ما همه رو جمع کردیم ریختیم دریا. والحمدلله رب العالمین.